سرخط مهمترین خبرها، جزئیات بازداشت تاجیکان در آمریکا با اتهام تروریسم، شکایت بلاگر تاجیک شوهرم مرا کشتنی است و داد و گرفت با دلار و یورو در برژه مسکو قطع شد. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را دوام 10 دقیقه آینده تقدیمتان میکنیم. امروز 13 ایون 2024 است. با گذشت یک روز از اعلان مقامات آمریکا درباره بازداشت 8 زاده تاجیکستان در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا، مقامات در دوشنبه هنوز واکنش نکردند. منابع امنیتی آمریکا روز 11 ایون این افراد را با ارتباط با گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا داعش گمان بردانستند. یک منبع در جامعه تاجیکان نیویورک 12 ایون بر رادیوی آزادی گفت درباره 8 نفر معلومات ندارد، ولی بازداشت مهاجران از تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در نیویورک، فیلادلفیا، لس آنجلس، فینیکس، الپاسو، تکسان و شهر و ایالت های دیگر آمریکا 2 ماه پیش شروع شد. به گفته همین منبع که نخواست نامش فاش شود، در این مدت در مجموع 20 نفر از جمله 16 زاده تاجیکستان دستگیر و برخی دیگر دیرتر رها گردیدند. همصحبت ما گفت مقامات نیویورک ماهی گذشته یکی از تاجیکان فعال را بازداشت کردند که 10 سال باز در آمریکا میزیست. رادیوی آزادی تلاش دارد تصدیق این اطلاع را از منابع رسمی نیز به دست آورد. رسانه های آمریکا روز 11 ایون به نقل از منبع های خود در مقامات انتظامی این کشور خبر دادند که 8 زاده تاجیکستان به گمان ارتباط با داعش دستگیر شدند. عملیات بازداشت در هماهنگی با بخش مبارزه با تروریسم خدمات فدرالی امنیتی آمریکا صورت گرفته است. یک بلاگر و مدل تاجیک از اذیت و تهدید شوهرش شکایت کرده است. رخشانه رحمت اللهیه که با تخلص صافی بر اینستاگرام معروف است، 12 ایون نوی شوهرش سالهاست که او و کودکان را اذیت می‌دهد. نظر شوهر این زن تا این دم دسترس نیست و روشن نیست که او در این باره چی می‌گوید. اما رخشانه رحمت اللهیه با درخواست کمک از مقامات نوشته است: هر روز زندگی من به تهدید کشتن است. من را مجبور قپیده است. قانون هست برای همین خیلی آدم‌ها. این بلاگر همچنین نوار گذاشته است که در آن صدای بحث و دعوای یک مرد و زن شنیده می شود. رخشانه رحمت الله و در پایان نوار نوشته است: از حساب جنجال های شوهرش کودکانش بیماری روانی شدند. در حالی که نظر شوهر این زن و مقامات معلوم نیست، رخشانه رحمت الله و نوشته است: از بالای شوهرش چند مرتبه به مقامات کارهای داخلی مراجعت کرد، اما به دادش نرسیدند. بلاگر گفته است 5 سال باز با شوهرش زندگی دارد. شکایت بلاگر در شبکه‌های اجتماعی واکنش های را به میان آورد و چند کاربر از مقامات خواستند قضیه را تحقیق کنند. شکایت از خشونت خانوادگی در تاجیکستان حادثه نو نیست. حامیان حقوق بارها از این مسئله نگرانی کردند. بعد اعلان تحریم های نوی آمریکا علیه روسیه، برژه مالی مسکو داد و گرفت با دلار و یورو را قطع کرد. در سامانه برژه آمده است تجارت با دلار و یورو از روز 13 ایون بازداشته می شود. در خبر برژه آمده است سودای سهمیه ها، متال های قیمت بها و حساب برابر کنی با دلار و یورو قطع می شود. روز 12 ایون برژه مسکو، مرکز ملی کلیرینگ و دپوزیتری ملی حساب برابر کنی به فهرست تحریم های خزینه آمریکا وارد شدند. این تحریم ها به دلیل تجاوز روسیه به خاک اوکراین علیه مسکو جاری شدند. وزارت خزانه داری آمریکا در اظهارات گفت تحریم های نو به بدنه نظام مالی روسیه نگرانده شده است که به سرمایه گذاری در صنعت دفاع روانه شده است. الکساندر کالیاندر، پژوهشگر اقتصادی، گفته است تحریم های نو عوض شوی یا کنورتاسی روبل را محدود می کند، خراجات برای برآوردن اسعار خارجی از روسیه را افزایش می دهد و فروش اسعار را با قرب مساعد برای صادرکنندگان روسیه مشکل می کند. بعد تجاوز روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم های سخت جاری کردند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان پیش بینی کرده است که دوام 2.5 سال آینده، یعنی تا سال 2027، شماره اهالی جمهوری به بیش از 11 میلیون نفر خواهد رسید. طبق پیش بینی این نهاد، زیاد شوی اهالی به شبهه به وضع بازار مهنت تاثیر می رساند. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که شماره اهالی با سرعت زیاد می شود و نظرها در جامعه به آن گوناگون است. برخی ها با نظرداشت رسم و آیین داشتن فرزند زیاد را می پسندند. گروه دیگر طرفداری آن هستند که در شرایط فعلی بهتر است آیله ها فرزندی کم داشته باشند. ما نظر ساکنان دوشنبه را در همین موضوع پرسیدیم. Опять-таки же, если смотреть с позиции человека, который здесь не живет, вот меня здесь не было несколько лет, сейчас я приехала и вижу, что, в принципе, наверное,
хорошим сторонам можно отнести то, что город очень сильно развивается, то есть очень много новых зданий, каких-то новых магазинов, предприятий и так далее. Поэтому я не считаю увеличение населения какой-то проблемой, потому что есть рабочие места. Вот, при том, что известно, что из нашей республики есть небольшой отток, да, там в Россию, в другие страны, тоже опять-таки же, ну, вот это вот увеличение населения будет покрывать вот это вот, вот этот фактор. زیاد شدن نفوس یکی امی نظمی شهر به هم میزند و این دلیل است که او آلودگی سرکا جزیر می شود کوچه ها خراب می شود و همچنان یک دلیلش امی ای که باعث خوب به نظمی یک شهر و یک جامعه می شود دیگه از اگر لیاز خوب است که نفوس ها هرچقدر زیاد شوند آیله ها زیاد شوند یعنی شهر بزرگ می شود، آدم ها پیشرفت می کنند، درس می خونند، اینستیتوت می خونند، از یک لحاظ باز مزیرات هم دارد دیگر. Честно говоря, я не анализировала этот момент, но считаю, что, конечно же, это к лучшему, что у нас увеличивается популяция людей в Таджикистане. Как бы это же наша страна, мы должны быть в своей земле, в своей родине. Минусы? Минусы, конечно, вот у нас трафик, у нас много пробок, у нас много домов, и за счет этого у нас увеличивается количество машин. Population if increasing, that's no problem for any country. But زیادشوی اهالی برای هر کشور مشکلی نیست. تنها باید شرایط خوب فراهم آورده شود. از جمله آب تازه، غذای کافی، باد و هوای خوب و تازه نگاه داشتن محیط زیست. این چیزها مهمتر است. افزایش اهالی به سر خود مشکلی نیست. مشکل وقتی پیدا می شود که شرایط ضروری فراهم آورده نشود. طرفی بعدیش اون است که حاضر جای کار کم شده ایستاده است و جوانان ما بیشتر به شهرهای خارج میرن برای که کار کنند و اولای خود را پیش برن. خوبیش در اون است که اهالی ما زیاد میشد و حاضر جوانان همه کوشش میکنند که هر یک اوجه بیزنس خود را شکشویند در ساحای تجارت و همه ساها و اوجه و وقتی که بیزنس خود را نکشویند اوجه جای کارم بسیار میشد. اهالی ما میتوند جوانان دیگر به خارج نروند و در همین وطن خودمان کار کنند و فعالیت کنند. ما زبان آموزی بسیار باید میکنند. خارجی زبان های آموخته استند. مثلا من میتونند دیگر دولت ها برفته کار کنند. اونجا کار کردن سیر اونا میتونند به وطن خودمان مبلغ فرستند. بهبودی پیشروی میشد. اهالی زیاد شود این پیشروی است. پیشروی دولت. پیشروی همین حکومت است. همش. بینندگان عزیز اگر شما هم در این موضوع نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید. مقامات سلوینیا با درخواست اوکراین نمایشنامه یک بالرین روس را بیکار کردند. قرار بود سویتلانا زخار و هنرمند طرفدار ولادیمیر پوتین ماه آوگوست در شهر لوبلیانا پایتخت سلوینیا برآمد کند. وزارت کارهای خارجه اوکراین در اطلاعیه گفت زخار و در تئاتر بزرگ مودانس نقش کوکو شانل را اجرا میکرد. سویتلانا زخار و زاده اوکراین بوده عضو حزب حاکم روسیه واحد است. او سالهای 2007-2011 وکیل دومای دولتی روسیه بود. زخار و سال 2014 آشکارو از غصب نیمجزیره قریم از سوی روسیه حمایه کرده بود. سال 2024 این هنرمند در معرکه‌های تبلیغاتی ولادیمیر پوتین در انتخابات فعالانه شرکت کرده بود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 13 ایون را فرا می‌گیرد. سیزدهمی یونی سال 1937 حافظ خلقی تاجیکستان آدینه هاشم تولد شده است که همگی 56 سال عمر دید ولی توانست چون یک غزل سرای توانو و صاحب مکتب نام برارد. او 30 سال روی صحنه بود و در این مدت نزدیک 500 ترانه اکثران
بر متن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک ایجاد کرده است. بعدی مرگش که به سالهای ناآرام جنگ شهروندی راست آمد، یک خواجگی در زادگاهش ناحیه میرسیدعلی همدانی به نام آدینه هاشم گذاشته شده است. 13 ایونی سال 2012 وکیلان پارلمان تاجیکستان به قانون کنستیتوسیونی کشور درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان ایلاوه وارد کرده، دانستن زبانی دولت یعنی تاجیکی را به اعضای مجلس حتمی اعلان کردند. این تغییرات با تلاش های کمیته زبانی نزد حکومت وارد شد و هدفش پیشگیری از کاربرد زبانی کوچه و لهجوی در کاری مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته شد. 13 ایونی سال 2013 ادبیاتشناس معروف تاجیک رحیم مسلمانیان به کتابخانه ملی تاجیکستان کتابخانه شخصی خود را تقدیم کرد. 4000 عدد کتاب دانشمند نامی از کتاب‌های علمی و بدیعی عبارت است که در سال‌های گوناگون کار و فعالیت ایجادی و علمی این دانشمند جمع‌آوری شده است. پروفسور رحیم مسلمانیان مؤلف کتاب درسی دانشگاهی نظریه ادبیات سال 2016 در 78 سالگی درگذشت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 119 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1065 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، فرصت خیر خوش با شما فرا رسید. نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه نویسید و خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.